جانسون میگه برای اوکراین غرب باید هزینه بیشتری بده. فرانسه و قاچاقچیان انسان در مانش. اسرائیل میدونه غرب برجام رو میخواد. چرا ساز مخالف میزنه؟ بغض نخست وزیر فنلاند شکست. آمادگی برای ماراتون لندن در زندان اوین. اینها بیشتر همه در روزنامه جان. سلام. رئیس جمهوری اوکراین هشدار داده بود که روسیه در روز استقلال اوکراین حمله میکنه. اینطور هم شد و در یک ایستگاه قطار دست کم 25 نفر جان باختند. روزی که همزمان بود با تحمل ششمین ماه بمباران‌ها و گلوله باران‌های ارتش روسیه. روزی که رهبران غربی بار دیگر بر نیاز به شکست ولادیمیر پوتین تاکید کردند. در آمریکا نیویورک تایمز عکس بالای صفحه از یک خانواده اوکراینی سر مزار یک سرباز، عنوانش هست جنگی که طرفین درگیری و یک قاره رو باز تعریف کرد. به نوشته روزنامه این جنگ اوکراین رو بی‌باک‌تر، غرب رو متحدتر و روسیه رو سرکوب‌تر کرده. روسیه که بیش از گذشته تحمل شنیدن صدای انتقاد نداره. در تازه‌ترین نمونه نیروهای امنیتی روسیه به خانه تنها شخصیت منتقد کرملین که هنوز آزاد بود رفتند و او را دستگیر کردند. یوگنی روژمان شهردار پیشین یکاترینبورگ به اتهام توهین به ارتش بازداشت شد. به گفته نیویورک تایمز اوکراین مصمم‌تر از پیش می‌خواد همه خاکش رو پس بگیره و غرب حداقل تا اینجا نشان داده آماده است گرانی و کمبود رو بپذیره اما از حمایتش از کیف برای شکست مسکو دست نکشه. در تازه‌ترین مورد آمریکا که با ارسال سیستم موشکی زمین به زمین های مارس توانایی نیروهای اوکراینی رو چند برابر کرده، حالا میگه یک بسته 3 میلیارد دلاری سلاح و تجهیزات ارسال میکنه تا کرملین رو متقاعد کنه که برای آمریکا در دراز مدت این جنگ مهمه. فرضیه ای که او برای پیروزی داره اینه که میتونه همه رو مستعسل کنه، میتونه اوکراینی ها رو مستعسل کنه چون در دراز مدت خسته و فرسوده میشن، میتونه ما رو مستعسل کنه چون بالاخره توجهمون به جای دیگه معطوف میشه، میتونه اروپایی ها رو مستعسل کنه چون قیمت انرژی بالا میره. ما امروز با اوکراین هستیم و در کنار متحدین و شرکامون در دراز مدت هم با اوکراین خواهیم موند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم در کیف بود تا روز استقلال اوکراین رو جشن بگیره. دیلی تلگراف بالای عکسی از او در کنار ولادیمیر زلنسکی، عنوانش از قول آقای جانسونه که ما داریم با پول بیشتر برای انرژی هزینه میدیم ولی اوکراین داره با خون هزینه میده. آقای جانسون که در حال گذراندن آخرین روزهای زمامداریشه از مردم بریتانیا خواست علیه اقدامات به گفته او شیطانی ولادیمیر پوتین و برای حمایت از مردم اوکراین گرانی و تورم رو تحمل کنند. بریتانیا در تازه‌ترین مورد از کمک‌های نظامیش گفته صدها پهپاد کوچک 15 سانتی‌متری از نوع بلک هورنت به اوکراین می‌فرسته که می‌تونه تا چند متری نیروهای روسیه بره و اطلاعات گردآوری کنه. از اونجایی که بریتانیا مقصد پناهجویانی که از کانال مانش عبور می‌کنند، معمولاً روزنامه‌های اینجا بسیار در صفحات اول به این موضوع می‌پردازند. اما این بار در فرانسه که مبدأ این پناهجویان لوفیگارو به اون پرداخته به عنوان در کانال مانش باجگیری قاچاقچیان انسان، هوای مناسب باعث شده شمار پناهجویانی که دل به دریا می‌زنند بیشتر بشه. قایق‌های کوچکی که سرنشینانش عمدتاً از ایران، افغانستان، سوریه و کشورهای آفریقایی هستند. گرچه اخیراً آلبانیایی‌ها هم اضافه شدند که بریتانیا گفته همه رو به آلبانی برمیگردونه. در 8 ماه گذشته بیش از 20,000 نفر این راه رو رفتن. به نوشته روزنامه مقامات فرانسه میگن انتقادهای بریتانیا از اینکه فرانسه دست روی دست گذاشته عادلانه نیست چون با قاچاقچیانی روبرو هستند که هرچه در دست دارن پرتاب میکنند و حتی کودکان رو سپر بلا قرار میدن تا گارد ساحلی به قایقشون نزدیک نشه. فرانسه میگه زندان برای محکومان به قاچاق انسان را از 10 سال به 20 سال افزایش داده و تلاش کرده با همکاری دیگر کشورهای اروپایی فعالیت قاچاقچیان را محدود کنه. اما اینجا در بریتانیا به سر معتقدند پاریس کمکاری میکنه. برای همه ما فراگیری یک زبان جدید و به خصوص به کارگیری اون میتونه کار سختی باشه. هراس از صحبت با دیگران و نگرانی از اشتباه حرف زدن.
در کانادا، تورنتو استار روی عکس سه مهاجر تازه وارد به این کشور گزارشی داره درباره یادگیری زبان انگلیسی در دنیای مجازی، پروژه‌ای که در دانشگاه تورنتو انجام میشه و هدفش غرق کردن زبان آموزان در فضاهایی که اونها رو مجبور میکنه ارتباط برقرار کنن بدون اینکه نگران اشتباهات و واکنش‌های دیگران باشن. زبان آموزان از زندگی خودشون میگن، خرید میکنن و حتی به آبشار نیاگارا میرن و در این فضاها مکالمه میکنن. نخست وزیر فنلاند هفته خوبی نداشت. روزنامه ایلتا سانوما کنار عکس او تیر زده سانامارین بغض شکست و گفت من درس خواهم آموخت. ویدئویی از یک مهمانی خصوصی در شبکه اجتماعی دست به دست شد که خانم مارین و دوستانش رو در حال شادی و رقص نشان میداد. در ویدئو حرکاتی هم از او سر زد که گفته شد چندان زیبندی مقامش نیست و مجبور شد آزمایش مواد مخدر بده تا نشون بده از این مواد استفاده نمیکنه. اما بعد که عکسهایی از دوستانش با بالاتنه برهنه منتشر شد عذرخواهی کرد. منتقدانش میگن شاید او باید دوستانش رو عوض کنه یا اصلا چرا مقابل ویدئویی که ممکن بود منتشر بشه هنرنمایی کرده. نهایتاً خانم مارین در حالی که احساساتی شده بود این توضیح رو داد. میتونم صادقانه بگم این هفته یکی از سخت‌ترین هفته‌های زندگیم بوده. واقعاً هفته خیلی سختی بوده. با وجود این میخوام اعتماد و باورم این باشه که مردم نگاه میکنن ببینن ما چه کارایی براشون انجام میدیم، نه اینکه در اوقات فراغتمون چه کارایی انجام میدیم. من انسانم و مثل بقیه آدما بعضی وقتا در بین این ابرهای تیره طلب خوشی و سبکبالی و تفریح دارم، اما حتی یک روز هم از کارم غفلت نکردم، حتی یک وظیفه رو انجام نداده رها نکردم. پس از چند روز انتظار که آمریکا پاسخ ایران رو بده، حالا منتظریم تهران جواب واشنگتن رو بده. حارس در مقاله میگه به رغم فشار بر آمریکا، اسرائیل میدونه که در زمینه توافق هسته‌ای بختیارش نیست. به نوشته مقاله حس مقامی اسرائیل اینه که رئیس جمهوری آمریکا همه توانش رو به کار میگیره تا با ایران به یک توافق برسه و فشارهای اسرائیل به احتمال زیاد به جایی نخواهد رسید. با این همه یائیر لاپید نخست وزیر، بنی گنتس وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون مدام بر تبل مخالفت با توافق هسته‌ای میکوبند. سه مردی که یکی از آنها به احتمال زیاد نخست وزیر آینده خواهد بود. مقاله معتقد موضع ضد برجام نامزدهای نخست وزیری اسرائیل بیش از اینکه برای مجاب کردن واشنگتن باشه دو هدف دیگر را دنبال میکنه. مهمترینش برای افکار عمومی در داخل اسرائیله. آنها میخوان خودشون رو قوی نشون بدن تا بخت پیروزی در انتخابات سه ماه دیگر رو افزایش بدن. دوم اینکه سختگیری و موضع‌گیری علیه توافق دست اونها رو بازتر میکنه تا کمک‌های مالی و نظامی بیشتری از آمریکا بگیرن، چون پس از امضای توافق هسته‌ای کاخ سفید نسبت به اسرائیل سخاوتمندانه‌تر رفتار خواهد کرد، کمک‌هایی که بتونه تهدیدهای مداوم تهران علیه موجودیت اسرائیل رو قابل تحمل‌تر کنه. به نوشته مقاله حارث، رهبران اسرائیل یک هدف دیگر هم دارند و اون انتقاد از غرب تا در آینده و مذاکرات بعدی سختگیرانه تر مقابل تهران بایستند. ایرانی ها دوباره مطالباتی مطرح می کنند و مذاکره کننده ها دوباره آمادن بهشون امتیاز بدن. این اولین باری نیست که چنین اتفاقی می افته. کشورهای غربی خط قرمز تعیین می کنند، ایرانی ها بهش اعتنایی نمی کنند و خط قرمز جاش عوض میشه. وقتی ایرانی ها خط قرمز رو نپذیرفتن، چرا قدرت های دنیا مذاکرات رو ترک نکردن؟ پس از سالها پشت میله‌های زندان، بازگشت به زندگی طبیعی کار ساده‌ای نیست. گاردین نوشته آزاد برای دویدن چگونه یک بریتانیایی در زندان ایران برای ماراتون برنامه‌ریزی کرد. انوشه آشوری که 68 سال داره 5 سال پیش در سفر به ایران دستگیر و به 10 سال حبس محکوم شد. تا اینکه 6 ماه پیش پس از اینکه لندن بالاخره 400 میلیون پوند بدهی خودش رو به تهران پرداخت کرد، به همراه نازنین زاغری به بریتانیا برگشتن. او تعریف میکنه در زندان اوین پس از اینکه وقتی از دویدن صحبت میکنم درباره چه صحبت میکنم، نوشته هاروکی موراکامی و انسان در جستجوی معنای ویکتور فرانکل از بازماندگان هولوکاست رو خواند، تا
تصمیم گرفت برای دادن معنا به زندگیش پس از آزادی در ماراتون لندن شرکت کنه. انوشه آشوری با کمک همبندانش ورزش رو آغاز کرد و نهایتاً توانست روزی 2 ساعت در زندان بدوه. در لندن با یاری پسرش آریان تمرینات رو از سر گرفته و 1 ماه و نیم دیگه در ماراتون لندن شرکت میکنه. عواید حاصل از اون به عفو بین‌الملل و یک سازمان خیریه فعال در زمینه حقوق گروگان ها داده میشه. متشکریم که نگاه روز رو با ما تماشا کردید. قرار ما فردا. اینم تصاویر روز.